عید مبارک تک تکتون که به قول سیما جون آگاهانه امروز انتخاب کردین که پیش قدم‌های عیسی مسیح خداوند در روح بشینید و کلام او رو بشنوید. مطمئن باشین که امروز ثمره انتخاب نیکوی شما که اون نصیب نیکوه به قول خود عیسی مسیح خداوند دریافت خواهیم کرد این نصیب نیکو رو، چون انتخاب کردیم نزد قدم‌های عیسی بشینین و پیام عالی او که در قلبش برای تک تک شماها بشنوید. برای اینکه به قلب پیام برسم، به مرکز پیام برسم، باید یه مقدار راجع به نمادگرایی، نماد، سمبول تو کتاب مقدس هست، خیلی هم زیادی صحبت کنم. در زمانهای گذشته از نمادگرایی رواج خیلی زیادی داشت، خیلی مرسوم بود. هر چیزی که وجود داشت برای خودش سمبولی داشت، یه نمادی داشت که این نماد نماینده یک چیز حقیقی بود و خدا هم خیلی بیشتر برای اون حقایق ظاهری که ما داریم میبینیم، اصل‌های روحانی که در کلام خداست یک سمبول و نمادی داره. وقتی روح القدس از حقایق الهی رو در قالب اون سمبول‌ها، در قالب نمادها بیان می‌کنه و شما متوجه میشین، اینقدر زیباست، اینقدر محصور کننده است، اینقدر جذابه که اصلا می‌خواید این کلامو بخورید. و نه فقط این، بلکه خیلی کاربرد عملی داره تو زندگی تک تک ما، تو زندگی فعلی ما، تو زندگی امروز ما خیلی کاربرد داره. ولی نکته که خیلی مهمه، حائز اهمیته، باید بهش توجه کنید، همه چیزا به نمادها و سمبولها ختم نمیشه، بلکه در ورای اون سمبولها، در ورای اون نمادها ما باید حقیقت رو جستجو کنیم، وگرنه خیلی هپروتی میشه. اگه دنبال حقیقت باشی عزیزان، خزائن مخفی کلام خدا رو در استعاره، در نمونه ها، در سمبول ها، در نماد ها، در تشبیهات، به خصوص اناجی پر از تشبیهاته، میتونیم با کمک روح خدا پیدا کنیم. اون موقع مزبع دعاتون، کلامی که میخونین، اصلا حقیقتا یک شعله عشقی توش بیدار میشه. امروز میخوام راجع به دروازه های اورشلیم صحبت کنم. دروازه های اورشلیم رو میخوام راجع به حقایقی که تو اونه، حقایق ظاهری اون، لغوی اون و همینطور اصل های روحانی که هست تو این دروازه ها و همینطور کاربرد عملی این پیام برای امروز ما چی میتونه باشه میخوام صحبت کنیم. اورشلیم همینطور که خیلیاتون میدونین، حتما میدونین، شهر خیلی بزرگی بود به دلیل اینکه این شهر قرار گرفته بود در یه جایی که پر از، یعنی تمام جاده ها، مسیرهای جاده به اورشلیم ختم میشد، یعنی در مسیر جاده های خیلی زیادی متعددی قرار گرفته بود. برای همین شهر اورشلیم به دروازه های خیلی زیادی نیاز داشت. زخامت این دروازه ها، که این دروازه ها بعضن چوبی بوده، بعضی هاشون سنگی بوده، انقدر بزرگ بوده که سربازان انقدر پهن بوده که میتونستن روی اون بیستن. همینطور وقتی میستادن حملات دشمن رو نگاه میکردن، دیدبانی میکردن، پاسداری میکردن از شهر، نه فقط در موقعی که دشمن حمله میکرده، بلکه در زمان صلح هم این دروازه ها، این دیوارهای دروازه ها خیلی کاربرد داشته. مرکز فعالیت انجمن شهر بوده، در اونجا داد و ستد انجام میشد. این دروازه ها خیلی به رونق تجارت و اقتصادی کشور اورشلیم خیلی کمک میکرد. همینطور نه فقط اینا، بلکه مرکز مشورت قوم خدا بود. ریش سفیدا می اومدن تو دروازه ها میشستن، بزرگان قوم، افراد میرفتن به سوی اونا، مشورت از اونا میخواستن. وقتی کتاب نهیمیا رو میخونیم خیلی زیاد به این دروازه ها اشاره کرده. تمام دروازه ها هم مفهومای خیلی الهی عالی داره، همجور چیزای ظاهری هم داره، یعنی
خیلی مثلا دروازه گوسفند. چرا گوشتن دروازه گوسفند؟ به خاطر اینکه قربانی ها رو از این دروازه عبور میدادن، برای همین اسمش رو گوشتن دروازه گوسفند. دروازه ماهی بود، دروازه اسب بود، دروازه دره بود، کهنه بود، دروازه نمیدونم آب بود، بازرسی شرقی، خاکروبه، تمام اینا یه کاربردی داشت. الان نمیخوام دونه دونه راجع به اینا صحبت کنم، خیلی میخوام بهتون بگم مهمه که خداوند یه پیام کلی راجب دروازه ها و درها برای امروز ما داره. مزمور 87 آیه 2 میگه خداوند دروازه های اورشلیم رو دوست داره بیشتر از مسکن های یعقوب، بیشتر از معبد خودش، بیشتر از شهر خودش اورشلیم. نیست؟ خیلی جالبه. و خیلی چیزا راجب درها و دروازه ها گفته شده، نه فقط راجب دروازه ها، بلکه راجب دیوارها هم گفته شده. تو خیلی کتاب ها مثلا میگه دیوارهای شهر رو برین بنا کنین، دروازه های سوخته رو برین ترمیم کنین. یادتونه؟ اولین چیزی که خیلی اهمیت داره الان توجه کنین این که فرق بین دیوار و دروازه است. دیوار از مردم برای رفت و اومدشون چیکار میکنن؟ جلوگیری میکنن. ولی دروازه از دو جهت باز و بسته میشه، هم میتونی داخل بشی هم میتونی خارج بشی. به مفهوم چیه؟ به معنی چیه؟ یک انتخابه. پس یک دروازه به این معنیه تو فقط نه فقط انتخاب میکنی که داخل شی، بلکه انتخاب میتونی بکنی که خارج شی، برعکس دیوار. آمین. و خداوند میگه من این حقیقت رو دوست دارم که مردمی هستن که منو انتخاب میکنن، مردمی هستن که داوطلبانه وارد مسکنهای من میشن، از درها و دروازه های شهر مقدس من یعنی کلیسا عبور میکنن. این افراد نباید منو پرستش کنن، این افراد نباید منو خدمت کنن، اونا نباید به من ده یک بدن، اونا نباید منو جلال بدن، اونا نباید هی زور بزنن فکرشون متمرکز من بشه، بلکه اونا انتخاب میکنن که همه این کارا رو بکنن. من این انتخاب رو دوست دارم. اونا حتی میتونستن تمام این کارها رو انتخاب کنن که نکنن، ولی کردن. نیست؟ خداوند دروازه ها رو دوست داره، او انتخاب ها رو دوست داره. او آدم رو خلق کرد، وارد باغ عدن کرد، درخت نیک و بد رو در باغ گذاشت که آدم بتونه در دسترس این درخت، این درخت در دسترس آدم و حوا باشه. چیزی که خیلی مهم بود برای خدا این که آدم و حوا بتونن انتخاب کنن. میتونست درخت پشت یه دیوار بذاره، نیست؟ تمام نگهبانای محافظ با شمشیرم جلوش بذاره، ولی خدا این حقیقت رو دوست داره عزیزم که تو انتخاب کنی. و اون دروازه چیه؟ انتخاب توست. اون انتخاب رو دوست داره که امروز تو با رغبت وارد صحنای او شدی، نه اجبار. تو میتونستی امروز پیش خانوادت باشی، میتونستی بری قدم بزنی کنار آلسته، میتونستی بری یه جایی با دوستا تفریح کنی، ولی اینجا هستی با تمرکز داری گوش میدی، خواهر برادر عزیزم، و خدا اینو دوست داره. تثنیه باب 11 آیه 26 میگه من امروز برکت و لعنت رو پیش تو گذاشتم، اما تو بالا غیرتن برکت رو انتخاب کن، که امروز تو انتخاب کردی. خدا میگه تو امروز منو انتخاب کردی، کلام منو انتخاب کردی و من تو رو برکت میدم. باور میکنی؟ عزیزم ما مثل فرشته ها نیستیم که الزام به ستایش داشته باشیم، مثل ماشین ها نیستیم که برنامه ریزی خاصی داشته باشیم برای اینکه یه کاری بکنیم، بلکه ما انسانیم و انسان در ماهیت خودش ساخته شده که انتخاب کنه و خدا اینو دوست داره. خداوند اینو دوست داره عزیزان، نه فقط گاهی اوقات همینجوری روخی به نمایی، حتی وقتی که در سختی ها هستی، مشکلات هست، هر سو به تو حمله میکنه، تو ناامید شدی از خواهر برادر توی کلیسا، خیلی ها با تو مخالفن، سوء تفاهمات به وجود اومده، جواب دعاتو نگرفتی، ولی تو انتخاب میکنی که به سوی دروازه های خدا، کلیسای خدا، به سوی خدا بدوی.
تو انتخاب میکنی نه فقط در شرایط خوب، بلکه وقتی آسمون در سکوته، وقتی خدا پنبه تو گوشاش کرده، عزیزان تو میدویی به طرف دروازه های خداوند تا وارد شی، تا اونجا بگی خدا نیکوست در هر شرایطی و رحمت او تا ابدالآباده. داستانی خیلی عالی در مورد دروازه ها وجود داره در اعداد باب 35، بعدم خودتون بریم بخونی، من خلاصه‌شو اینجا میگم. خداوند تعیین میکنه عزیزان که از بین 48 شهری که متعلق به لاویان بوده 6 شهر رو پناهگاه درست کنه در مکانهای جغرافیایی اورشلیم، که اگه کسی سهواً اتفاقاً نه روی بغض نه روی کینه، سهواً مثلا یه سنگی برتاب میکنه میخوره به سر یکی میفته میشکنه، یه تیر ناغافلی میخواسته بزنه به یه آهوی میخوره به یه انسانی میفته میمیره نیست، که بتونه این شخص به این شهر پناهگاه پناه ببره. اونجا کاهن میگیره اون رو با روغن مس میکنه، یه علامت گذاری میکنه که این اومده تو شهر مرجع پناهگاه، تا موقعی که رئیس کهنه نمیره این شخص قاتل در امنیت عزیزان. چرا؟ چون قانون در شریعت این بود اگه خونی ریخته بشه، خون به عوض خون، جان به عوض جان، حتی اگه اتفاقی باشه، هیچ فدیه ای از آن، هیچ فدیه ای به عوض جان قاتل هیچ قربانی داده نشده. حتی اگه اون شخص سهواً اون رو کشته باشه، باید کشته میشد. مقتول ولیه، مقتول میتونست او رو تعاقب کنه و او رو بکشه، این اجازه رو داشت. آمین. اما خدای عجیب الرأی، خدای عظیم الحکمت، خدایی که در رحمانیت دولتمنده، شهرهای پناهگاه میسازه که اون شخص گناهکار به سوی اون شهر فرار کنه و اونجا ایمن بمونه و اون فرد خونخواه ولی مقتول نتونه به او صدمه برسونه. کسی که داوطلبانه از آن انتخاب میکنه وارد شهر ملجا بشه، وارد اون پناهگاه بشه، هیچ کس حتی اون خونخواه نمیتونه به او صدمه بزنه. چرا؟ چون در شهر پناهگاه پناه آورده، برای همین تا ابدالآباد امنیت ساکن خواهد بود. از اون محکومیت، از اون شرمندگی، از اون ترس، از اون لرز جان که الان شب تا صبح هر کی صدا میاد خونخواه اومد منو بکشه، آزاده. چرا؟ چون در شهر پناهگاه در امنیته. آیا تالو شده پر از حس محکومیت باشی، ترس، شرمندگی، احساس تقصیر رو شونهات باشه؟ آیا شده احساس کنی خونخواه دنبالته؟ حالا شده؟ من قبل از ایمانم وقتی در آرزه گناه غرق بودم تا خرخره، اون خونخواه همیشگی نسل بشر همیشه دنبالم بود. اما بعد از نجاتم، وقتی وارد شهر پناهگاه شدم، اون ملجای جانم چطور منو پوشوند، نه فقط یک بار عزیزان، بلکه بعد از نجات بارها و بارها تو گناه افتادم، احساس تقصیر، احساس محکومیت، شرم به خاطر گناهام، به خاطر اشتباهام، پر از احساس محکومیت، ولی هر بار به سمت ملجای جانم پناهگاهم دویدم. عیسی مسیح میگه من در هستم، من در گوسفندان، تو یوحنا باب 10:9، هر که من از من داخل بشه نجات میابه، بیرون و درون میتونه برو بیاد علوفه بخوره. عیسی مسیح خداوند برای همیشه عزیزان از میان اون بدن پاره شده است یک دروازه برای ما گشود. کسی که در مخفیگاه خدا قرار بگیره، زیر سایه قادر مطلق ساکن بشه تا ابد امنیته. آمین. نه فقط در وقت نجاتش، بلکه در تمامی طول زندگیش. آمین. او میگه او پناهگاه و قلعه منه، خداییست که در هر وقت به او توکل میکنم. وقتی به سوی او میدوی، وقتی از در و دروازه نجات عبور میکنی، دیگه مهم نیست که چه کاری کردی، دیگه مردم چی پشت سرت میگن، چقدر بد بودی، چقدر گناه کردی، مهم اینه که تو به سوی شهر پناهگاه ملجا بدوی، به سوی عیسی بدوی عزیزان.
وقتی وارد اون شهر مرجان میشه دیگه هیچ اسلحه‌ای به ضد تو کار نمیکنه، هیچ زبان دشمنی نمیتونه تو رو تکذیب کنه، هیچ اقتداری در شهر پناهگاه نمیتونه به تو دست درازی کنه. آمین. وقتی به سوی عیسی میدوی، به سوی مرکز دعا، به سوی مرکز پرستش، به سوی خانواده الهی، تو نمیفهمی زیر چه پوشش خونی قرار گرفتی. آمین. فقط یک بار نیست که تو نجات پیدا میکنی، اما اینجا یه امای ترکی داره. اما این دروازه یه مشکل این شهر پناهگاه یه مشکل خیلی حاد داشت، یه مشکل خیلی ناجور. این شیشتا شهر پناهگاه عزیزان همشون دروازه داشتن، مشکلش این بود، یه عیب بزرگ. یعنی چی؟ یعنی تو همینجور که اومدی تو، قربونش برم، میتونی مثل ماهی لیز بخوری دوباره خارج شی. اون وقتی که تحت هیچ شرایطی، تحت حمایت نیستی عزیز جان، یخته. این یک اختیار واقعیه. میدونی چی میخوام بگم؟ مواظب باش وقتی وارد میشی دیگه به سوی زندگی گذشتت بر نگردی. پاهات مثل مرتدها به عقب بر نگرده. تو هرگز نیاز نداری در عیسی مسیح کامل باشی، در کمال رفتار کنی، اشتباه نکنی، نیفتی، تو میفتی، گناه میکنی، ولی دوباره بلند میشی. ولی تو هرگز نمیتونی بیرون بری بدون اینکه ندونی اون خونخوا بیرون دروازه منتظر توه. متوجه هستین عزیزان؟ گوشی هست که داره؟ آمین. تو دوم سمایل عزیزان باب 3:23 مرثیه خیلی غم‌انگیزی وجود داره. خوب میخوام گوش کنید. داوود یه سلاحدار داشت، سلحشور داشت که عاشقش بود. وقتی که این افتاد مرد، چیکار کرد داوود؟ شروع کرد یه مرثیه خیلی مسخره برای این خوندن. وقتی من اینو میخوندم گفتم مگه میشه آدم یه دونه دوست اینجوری داشته باشه؟ احتیاج به هیچ دشمنی نداره. داوود میزد تو سر کله خودش، گریه میکرد، میگفت آیا اسم این سلحشور، اسم این سلاحدار انبیر بوده؟ میگفته آیا انبیر باید بمیره مثل یک شخص احمق؟ آیا سلاحدار من باید بمیره به طوری که یک شخص احمق میمیره؟ چرا اینو گفت عزیزان؟ انبیر به طور تصادفی شخصی رو میکشه، فرار میکنه به این شهر پناهگاه که تو شهر حبرون بوده. اصلا حبرون یعنی حضور خدا، یعنی فرار میکنه به حضور خدا. اونجا یک پناهگاه بوده. برادر این مقتول چیکار میکنه؟ خونخواهه، اسمش یوآب بوده، هر روز میاد دم در دروازه. اونم چه جوری بوده قربونش برم؟ انبیه مثل بعضی این مادارا، یه پاش بیرون دروازه بوده، میگه برم حالا که نرم، برم یا اینکه نرم. باورش نمیشد، همجور مونده بود، حالا برم یا که نرم. ایماندارایی که میشناسیشون میونه دوتا لنگه گیر کردن. و یوآب هایی هستن اونجا برای گمراهی، برای این آدم هایی که ضعیفن، نیست؟ پچ پچ میکنن، چرا انقدر میری کلیسا؟ بیا یکم با هم خوش باشیم، یکم تعادل داشته باش عزیز جان. یک شنبه ها، پنج شنبه ها، چهار شنبه ها، اینقدر افراطی نباش. اینا مختو داره شستشون میدن صبح تا شب تو کلیسا. عزیزان در شهر پناهگاه موندن، برای او زندگی کردن، پاک باخته بودن، سرسپرده بودن، یک خصوصیت خیلی نرمال و طبیعیه برای یک مسیحی ایماندار، نیست؟ کسانی که ایمانداران ضعیف و گمراه میکنن اونا نرمال نیستن. اونا یه پاشون تو کلیساست، یه پاشون تو دنیاست، اونا در حال لنگیندن هستن. انبیر هم مثل خیلی از مسیحیان بیریشه مغلوب وسوسه میشه، میره بیرون دروازه ببینه آقا یوآب چیکارش داره که شمشیر تا دسته تو شکمش فرو میره. آیا انبیر باید مثل یک احمق بمیره؟ حقش بود که بمیره. میتونست در شهر مرجا بمونه عزیزان، در اون ایمانی که خدا براش آماده کرده و بمونه. خیلی ها هستن دروازه عبور میکنن، ولی از اونجایی که قلبشون بیشتر تو دنیا رغبت داره، یه پاشون این ور یه پاشون اون ور.
خوشا به حال کسی که رغبتش به خدا و شریعت پاک خداست. بدبخت کسی نیست که ایمان نداشته باشه عزیزان، به مسیح ایمان نیاورده. بدبخت کسیه که ایمان آورده، فقط یه پاش تو کلیساست، یه پاش تو جلسه خواهرانه، گاهی میاد رخ می نمایه، گاهی غیبش میشه. اشعیا باب 26 آیه 2 میگه دروازه ها را بگشایی تا امت عادل، امتی که امانت رو نگه میدارن، امینن، اونا داخل شن. ای خداوند، تو کسانی که دل ثابت دارن، انقدر نمی لغزن، تو کسانی که عزم راسخ دارن برای ماندن در شهر مرجع، تو اونا رو آرامش و امنیت میبخشی. آمین. باور میکنی؟ دشمنتون ابلیس مثل شیر قرآن در اطراف دروازه نجات در حال گردشه تا کسی رو ببله. بیا امروز تصمیم بگی در ایمان راسخ و استوار باشی. اما یه دروازه دیگه ای هم عزیز جان ها وجود داره، اسم این دروازه، دروازه جهنمه. من کلیسای خودم رو بنا میکنم که هیچ دشمنی نتونه بر کلیسای من، هیچ دروازه جهنمی نتونه استیلا بیابه. عزیزان، خدا حتی برای جهنم چی گذاشته؟ دروازه گذاشته. دروازه هست. یعنی اگه مردم میرن جهنم، بر اساس محبت خدا نیست. اونها انتخاب میکنن که برن، انتخاب میکنن به سوی دروازه جهنم حرکت کنن. جهنم در اصل برای انسان ساخته نشد، بلکه برای فرشته های شیطان. ولی وقتی تو گوشتو میبندی، کسی که داری پیامو میشنوی، به روی پیام انجیل، وقتی از کنار مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بی تفاوت عبور میکنی، تو روزی از دروازه جهنم میگذری. جهنم عزیز جانها دیگه آب جوش نیست، سیخ و کباب و نمیدونم سیخ داغ و کرم و آتیش و مارا میان گاز میگیرن نیست. یک وضعیت وحشتناکه بدون خدا که هرگز تمومی نداره، یک هلاکت ابدیه. هر انسانی که راهی این عذاب هولناک بشه با انتخاب خودش رفته. الان تو هر جا که هستی، از هر دینی که هستی که داری این پیامو میشنوی، خداوند ما میگه هر که نام خداوند رو بخواند نجات مییابد. بیا دروازه تنگ نجات در نام عیسی مسیح عبور کن و انتخاب کن که نری به سوی دروازه جهنم. بعضیا هستن حتی تو کلیسا در میان دروازه ایستادن، نه میرن نه میان، فقط اومده کارش را بیفته، خدمتی برمیداره برای نامه، برای پاس. آمین، اشکال نداره. آمین که به سلامتی همه کارهای تو حل و فصل شه. آیا که باشه که در این میان تو قلبتو به مسیح بدی. ما با خوشحالی به این افراد کمک میکنیم، اما میخوام یه حقیقت تلخو با یه درد و بار قلبی به تو بگم که کارات را میفته، ولی بازم زیر فشار دندان خواهی بود. بدون مصالحه و آشتی با خدا، بدون داخل شده از دروازه نجات، تو راهی دروازه جهنم خواهی بود. اینو دارم با درد میگم عزیزان، به خصوص در این روزهای سخت که کائنات خداوند در حال درد زه کشیدن، آبستن حوادثه. تمامی حوادث عزیزان که داریم میبینیم، بلاهای ناگهانی آغاز دردهای ذهن، ارزش‌های اصیل اخلاقی پایمال شده، خشونت‌ها زیاد شده، مذهب‌های دروغین داره همینجور بلند کرده میشه، تروریست‌های جنگ طلب تندرو مسلمان دارن زود به خیلی سریع توسعه پیدا میکنن. عیسی داره ما رو دعوت میکنه عزیزان، به خودت رحم کن، از دنیا خارج شو و وارد شهر پناهگاه بشو. باشه که روح خدا قلب‌های تو رو، قلب‌های ما که اینجا نشستیم مثل شاگردان در راه اموآس، در اندرونمون بسوزونه تا این تیرهای قوی شیطان که این روزها داره پرتاب میکنه، که هیچ تیر قوی تر از این نیست که به دل ایمانداران به خصوص پرتاب میکنه عزیزان، که ولرم کنه ایماندارای سطحی بار بیان. این قوی ترین تیرهای شریر به قلب تو نخوره، بلکه قلب تو سوزان شه با عشق و محبت مسیح. وقتی قلب تو سرد، ولرمه، بی تفاوتی، بدترین حالت کفر عزیز،
یعنی عیسی انقدر برای مهم نیست که تو من گرم باشم یا سرد، چون اگه سرد باشی تو دنیا کاملا تو غرق گناه، بالاخره یه امیدی هست، ولی اگه میون دو لنگه نه سردی نه گرم، خدا با تو چیکار کنه؟ باشه که عیسی مسیح خداوند دائما دل ما رو بیدار و هوشیار نگه داره. و دروازه دیگه ای هم وجود داره، اسم این دروازه دروازه آسمان. عزیزان همه راه ها به آسمون ختم نمیشه، همه راه ها به طرف خدا نمیره. این یه دروغه که از دل جهنم بیرون اومده. وقتی تو انتخاب میکنی از دروازه نجات به وسیله عیسی مسیح رد شی، ابدیت تو با عیسی تضمینه، چون که زیر این آسمون هیچ اسمی به هیچ مردمی داده نشده که واسطه اون نجات پیدا کنیم. اینجا بود که رویای دیگه ننوشتم، رویایی دیدم که همجور ایمانداران پشت سر هم ایستادن و یه دروازه باز شدی. دروازه اینقدر بود، تنگ به این پهنا بود و یه نردبونی اونجا بود و دونه دونه افراد می اومدن به وسیله هایی که حالا نمیخوام طول میکشه، از خودشون خالی میشدن، از اون خودخواهی ها و غرور ها و انسان های کهنه خالی، همین که این لباس های کهنه انسان کهنه را تنشون خارج میشن. و حقیقتا این یه چیزی بود میکنده جارو برقی، نمیدونم اصلا نمیتونم، فقط میدیدم با اینکه بعضیاشون خیلی درشت بودن، خیلی بزرگ بودن، من نگران بودم چجوری از این دروازه کوچیک میتونن رد شن. ولی به محض اینکه اینجوری تسلیم وای میستادم و یه دست اینا رو خالی میکرد، پله اول رو بر میداشتن، یه هوی رو بوده میشدن، بالا رو نگاه میکرد، فقط نور و حیات بود. عزیزان اگه دکتر امروز به تو بگه چند ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، تو میتونی با پیروزی فریاد بزنی، بگی ای مرگ نیش تو کجاست؟ آمین. ای گور ظفر تو کجاست؟ آمین. یک نفر اینجاست که بتونه فریاد پیروزی بکشه. آمین. یک نفر اینجاست که با دست زدن خدا رو پرسه. تو اگه امروز سرتو بذاری به تو نمیمیری، تو یه جای دیگه در نور و حیات بیدار میشی، از دروازه مرگ عبور نمی کنی، از دروازه جهنم عبور نمی کنی، از دروازه آسمان عبور میکنی. مزمور 118 آیه 19 و 20 میگه دروازه آسمان رو، دروازه عدالت رو برای من بگشایید تا به آنجا داخل شوم. دروازه آسمان این است، عادلان فقط به آن داخل خواهند شد. عادلانی که به خون عیسی مسیح عادل شناخته شدن، نه اعمال نیکشان. عزیزان و آخرین دروازه، دروازه حضور خداست که باز هم تو باید انتخاب کنی وارد شی. مزمور 100 میگه به دروازه های او با حمد بیاین، با تسبیح بیاین. عزیز جان تو میتونی وارد کلیسا بشی مثل یه زن و مرد عبوس تلخ، همینجور که اومدی همینجوری هم بیرون بری. حقیقتا مخصوصا اون موقع مدیریت داشتم، میدیدم افرادی هستن در یک ردیف نشستن، یکی انگار داره فیلم نگاه میکنه، قربونش برم، فقط نگاه میکنه، انگار داره کنسرت پرستشیه، داریم براش خانم عاطفی شدیم قصه میگیم. یکی دیگه پر از شادی، پر از پرستش، پر از تراوت. چرا؟ چون انتخاب کرده به دروازه های خدا با حمد و تسبیح وارد شه. تو وقتی انتخاب میکنی از صبح با آمادگی با حمد و تسبیح وارد دروازه های خدا بشی، هرگز هرگز مثل یه آدم قبل نخواهی بود، هرگز مثل آدم قبل خارج نخواهی شد. شکر بر این شهادته که پر از شفافیت بود. دستای پرقدرت او در زندگی تو عمل میکنه، میبینی به جای زقزق و غرغر پر از شادی و پرستش هستی در طول هفته، زندگی تو پرستش میشه. حتی میدونی پشت تمام نداده هاش یه حکمتیه. وقتی تو از دروازه حمد و ستایش عبور میکنی، دنبال فقط برکت نیستی، اینو به من بده اونو به من بده، بلکه دنبال شناخت خدا هستی و خدا برای تو مزید میکنه اون نیازهای حقیقی تو رو. عزیزانم ما انتخابی داریم در این دنیا و دنیا دارم بهتون هشدار میدم عزیزان،
اگه ایمان داری، اگه مثل شاخه به تاک چسبیدی، دنیا بیشتر از هر زمان دیگه در حال نظاره کردن انتخابهای من و تو به عنوان مسیحیانه. خدا مرگ و حیات رو در انتخاب‌های روزانه ما پیش روی ما گذاشته که نه فقط زندگی ما میتونه حیات یا مرگ وارد شه، بلکه در زندگی دیگران هم متاسفانه و خوشبختانه میتونیم مرگ و حیات تولید کنیم. باشه که امروز از دروازه نجات عبور کرده باشی، هر کسی که اینجا شنیده و همین تو میان دوتا لنگه، لنگه در دروازه همجور نلنگی، حقیقتا وارد شهر پناهگاه شده باشی. آمین. و همینطور هر هفته که میای، هر هفته تو جلسه برادران، خواهران، جلسات دعا، کلیسای خانگی با حمد و پرستش و ثنا وارد بشی. آمین. و تو کسی که میشنوی، کسی که میشنوی هنوز از دروازه نجات عبور نکردی، خدا میگه اینک بر در قلب تو ایستادم، دارم در میزنم با این پیام. در قلب تو باز کن، عیسی داره در میزنه عزیز من، خواهر و برادر من. و این فیض خداست که او به زور داخل نمیشه، او جنتلمنه، او منتظره که تو در قلب تو باز کنی تا هرگز هرگز وارد دروازه جهنم نشی. و اونایی که انتخاب میکنن در این لحظه قلبشون لمس شده در نام پرقدرت عیسی مسیح، فرزندان خدا خواهند شد با اعتراف و توبه و سپردن قلبشون، و اونا تولد تازه پیدا خواهند کرد، نه جسم و خون بلکه از روح خدا متولد خواهند شد. و اون نه تنها میخواد تو وارد دروازه نجات بشی، کسی که قلب تو سپردی در این لحظه، بلکه خدا میخواد سکان زندگی تو به دستای خداوند بدی. اون فقط نجات دهنده ای تو نباشه، بلکه خداوند تو باشه. اون موقع خواهی دید عزیزان، به قول یوشع، هوشع باب 2 آیه 15 میگه اون وادی های ترس، شکست، نکبت های تو رو به دروازه های امید مبدل خواهد کرد. وادی اخور تو رو، شکست تو رو به دروازه امید تبدیل خواهد کرد. امروز بیا به خودت رحم کن و حیات رو انتخاب کن. و کلام خدا میگه آن که پسر خدا را دارد حیات را دارد، و آن که پسر را ندارد حیات در خود ندارد، بلکه وارد موت ابدی خواهد شد. و این امیدوارم که هرگز شامل حال هیچ کس، هیچ شنونده‌ای به خصوص نشود. در نام عیسی مسیح آمین.